این 2 روزی که آمنه واسه اعتراض رفته بود، من خودم بهش زنگ زدم که تو بچه داری، بشین تو خونت، نمیخواد بری اعتراض بکنی یا تو خیابون باشی. بعد آمنه هم گفته بود من اتفاقا واسه آینده همین بچه های خودم و بچه های ایران دارم میرم که اعتراض بکنم. ببینید هممون، من خودم به شخص قبل از آبان اصلا فکرشو نمی کردم این اتفاق واسه ما بیفته و اصلا از دنیای سیاست هیچی نمی دونستم، نه از اعتراضات چیزی می دونستم نه از سیاست چیزی می دونستم. ولی بعد از آبان، بعد از این اتفاقات، این اتفاق که واسه ما افتاد، منم شدم دادخواه. و بعد از آبان خانواده های آبان چقدر فریاد زدن، چقدر تلاش کردن که خانواده دیگه قاب به دست نشن و همین کار الان خانواده های انقلاب 1401 دارن میکنن. و ما باید یه کاری بکنیم، اینکه بیایم در رابطه اتفاقی که واسه عزیزمون افتاده و داغی که دیدیم صحبت بکنیم. خوبه این متوجه میشیم داغی که عزیزای دیگه دیدن، ما هم درک میکنیم یا اونا هم داغ ما رو درک میکنیم، ولی باید چیکار بکنیم که عزیز دیگه داغدار نشه؟ ما باید یه راهکار واسه این داستان پیدا بکنیم. الان آقای منوچهر بختیاری چرا الان باید زندان باشه؟ چون جمهوری اسلامی ازش میترسید. چرا؟ چون مسیر درست دادخواهی رو داشته میکرد. یا خانواده افکاری، یا آقای رضا سلمانزاده بعد از آقای منوچهر بختیاری مسیر درست رو انتخاب کردن، داشتن پیش می بردن این مسیر رو. و چی بود این مسیر؟ همه خانواده ها رو داشتن متحد می کردن و جمهوری اسلامی از خانواده های دادخواه به شدت می ترسید. به شدت می ترسید.